سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. توی این ویدیو قراره که این پتین کاری رو با هم یاد بگیریم. یه پتین برجسته کاری شده است با رنگ اکریلیک و رنگ طلایی روش کار کردیم. یه پتین خیلی ساده هستش که توی این ویدیو قراره که جزئیاتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب بچه، من اینجا نحوه ساخت تکسچر رو یاد میدم. خب اما اگر شما قبلا توی کانال من نحوه ساخت تکسچرم رو دیدین، تو قسمت توضیحات برید. من قسمت بندی کردم مثلا کدوم زمان مربوط به چه کاری هستش و اینو، این قسمت تکسچر گذاری رو رد بکنید که تایمتون هم الکی نره. خب اینجا من میام میگم آب میریزم و بعد میام بهش پودر کنافم رو اضافه میکنم. بعد شروع میکنم به هم زدن. چون پودرم کمه دوباره مجدد بهش پودر اضافه میکنم. این کار میام یک مقدار خیلی کم به چسب چوب اضافه میکنم. خب بچه ببینید، از این تکنیک میتونید برای دیواراتون استفاده بکنید و روی دیوار اجرا بکنید. میایین مثلا اینجوری حالا میذارم این خوش بشه و بعد میریم سراغ تنباده و رنگ و این داستانش. ببینید یادته اینجوری میشه. بچه ها این گچبره رو میبینین رنگ صدفی طلایی شده. اگر دوست داری آموزشش رو بدونی، من این لینکش رو بالا میذارم، آموزشش هم ببینی. گفتم دم دست بودی معرفی بکنمش اگر که ویدیوشو ندیدی ببینی. خب کار ما خوش شده، سنباده‌اش هم من نزدم سنباده‌اش، ولی شما سنباده بزنید. خب وقتی که روی دیوار انجام میدید حتما سنباده بزنید که اون حالت تیزیاش گرفته بشه. ولی خب سنباده رو خیلی دیگه حسابی روی دیوار نکشین که کلا برجسته از بین بره و شکلش نافرم بشه. بچه میخوام یه رنگ سرمه‌ای درست بکنم. از رنگ آبی استفاده میکنم. رنگ آبی رو داخل دیوار هم میریزم و مقدار خیلی کم بهش رنگ مشکی اضافه میکنم تا اون رنگ حالت سرمه‌ای ایجاد بشه. اما دیگه این سلیقه‌ای و دلخواه دیگه رنگ آمیزیش،
ولی حتما رنگی که انتخاب میکنید رنگی باشه که زمانی که طلایی رو میارین روش، یا طلایی میخواین بیارین یا نقره‌ای بیارین، اینا هم باز دوباره سلیقه ایه. رنگ دومی که میخواین بیارین روش جلوه قشنگی به کار بده. یعنی از این بازی به بعد دیگه فقط باید حواستون به رنگ ها باشه وقتی توی پتینه کاری میرین. اصلا پتینه کاری هم نه، توی هر کار هنری که میرین دیگه باید حواستون حسابی به رنگ ها و همنشینی رنگ ها به هم دیگه باشه. برای این کار مثلا چرخه رنگ ایتن و این داستان ها، مثلا رنگایی که مکمل همن، رنگایی که متضاد همن و اینها رو یاد بگیرید خیلی بهتون کمک میکنه که بدونید چه رنگهای همنشینی خوبی با هم دارن، چه رنگهایی ندارن و اینا رو توی پتینه کاری استفاده کنید و نمونه کار زیاد ببینید. حالا چه تو گوگل، پینترست، اینستاگرام، همه این پلتفرم ها رو نمونه زیاد ببینید و بدونید که کدوم رنگ ها خیلی به هم دیگه میاد. این خیلی کمکتون میکنه. خب رنگ سرمه ایمون که ساخته شد، میاییم یه دست، من دو دست روی کارم زدم تا کامل پوشونده بشه. شما اگر روی دیوار اجرا کنید، چون بکش هم سفیده و اینا، فکر میکنم خوب پوشش بده حتی یک بارش هم، من چون اون بکش لابلا مشکی هست نخواستم سایه روشن بیفته، برای همین دو دست زدم که یه دست کلن رنگ و روی سطح بیاد بشینه. من از رنگ طلایی استفاده کردم، هم نشینیش با رنگ سرمه‌ای به نظر من خیلی قشنگ میشه توی این تکنیک. و رنگ پودری طلاییم رو اومدم داخل لیوانم میریزم و برای این که رنگم ساخته بشه از جلا استفاده میکنم. جلامو به رنگ پودری اضافه میکنم و بعد برای رقیق کردن، ببینید چون وقتی اضافه میکنید یه حالت غلظتش بالاست، برای رقیق کردن از تینر استفاده میکنید، یا تینر روغنی یا تینر فوری، حتی بنزین هم میتونید بهش اضافه بکنید بچه ها. خب بعد از این که رنگمون ساخته شد، شروع میکنیم روی برجستگی یا رنگ طلایی بیاریم. ببینید بچه ها، میتونید از قلم هم استفاده بکنید، میتونید از ابر هم استفاده بکنید، که توصیه خودم این استش که از ابر استفاده بکنید. چرا؟ چون که خیلی قشنگتر روی کار میشینه تا قلم. قلم یکویی یه جا بیشتر میاد رنگ، یه جا کمتر، ولی وقتی شما با ابر میان کارتون رو اعمال میکنید خیلی یکسان همه جا رنگ انگار که اعمال میشه روی کارتون. خب توی ساختمون هم دقیقا تمام مراحلش همینه، یعنی نکته اضافه تری نداره که بخوام بهتون بگم. گفتم شما نیازی نیستش که دیوار زیری رنگ باشه یا هر چیز دیگه ای، شما میتونید کارتون رو، تکسچرتون رو روی همین دیوار گچی اعمال بکنید. برای اینکه رنگ کمتری به خورده حالا دیوار رو نمیدونم تکسچرمون برین، میتونید قبل از رنگ آمیزی یه دست پرایمر اکریلیک روی سطح کارتون، یعنی روی دیوارتون بزنید و بعد رنگ اکریلیکتون رو بسازید. من اینجا مثلا رنگ اکریلیک سرمه ای ساختم، روی دیوار اعمال کنید و بعد هم این رنگ رو بسازید. میتونید هم رنگ طلایی بسازید، هم رنگ نقره‌ای بسازید، تفاوتی نداره، ولی فکر میکنم که رنگ طلایی در کنار سرمه‌ای خروجی خیلی قشنگ تری داره. خب اینم از خروجی کار که به این شکل در میاد. بچه ها یه پتینه خیلی ساده هستش که روی دیوار خودتون میتونید اجرا بکنید، خیلی هم مراحلش ساده و آسون هستش. یه تفاوت رنگی با ویدیو قبلی داره، ویدیو قبلی چون خیلی دیده نمیشد مجبور شدم نور سفر زیاد بکنم تا جزئیات کارم دیده بشه، ولی در کل کار همون کار هستش و همین شکل که میبینید. اگر دوست داشتید لایک کنید. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدافظ.